خب دکتر سبا، ببینین در قسمت خود ایپرتروفی کاردیومیوپاتی قسمت از پیش ما فکرم نشد برتون نگفتم چطور ایپرتروفی کاردیومیوپاتی سبب سرن کاردیک دنت بشه، مرگ و یعنی قلبی رو ایجاد میکنه. سرن کاردیک دنت برتون در ویدیو قبلی را تعقیب کنین، برتون درس دادیم که چطور سرن کاردیک دنت با وجود میه. پس یک از سبب اصلی خود مثلا یک سببی از سادن کارکتد میشه که چی باشه؟ هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی. در کتاب تا نشته شده آل برتان درس میتونم که چطور هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی سبب جاد سادن کارکتد میشه. ببینین در جوانان یا نوجوانانی که درست است فعالیت فیزیکی بیشتر میکنن، فعالیت ثقیل میکنن، مثلا یک جوان مثال میزنیم که فعالیت فیزیکی میکنه یا فوتبال میکنه یا یک حالتی یک سپورت میکنه که در اوف مثلا یک فعالیت چی میباشه، ثقیل میباشه. پس ما چطور به طرف ببینیم چطور به طرف هایپرتروفیک از اثر هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی ما به طرف سادن کاردیک دت میریم. البته مثلا شاید البته یک طفل دیگر یا این نوجوان چی میداشته باشه، هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی میداشته باشه. پس مثلا پس چطور به طرف خود سادن کاردیک دت میره؟ ببینیم که زمانی که ما کارهای خود ثقیل انجام میدیم یا سپورت ثقیل میکنیم، پس تقلصات قلبی کم میشه زیاد. درست است، تقلصات قلبی چی میشه زیاد میشه. ببینین پیشتر براتون گفتم که کسایی که فعالیت فیزیکی میکنه، پس این فعالیت فیزیکی سبب میشه که خود تقلصات قلبی مون دیگه چی شه زیاد شوه. پس براتون گفته بودم که این و ابستراکشن داینامیک است، متحرک است. پس در ببینین کسی که فعالیت فیزیکی میکنه تقلصات زیاد میشه و مو پیمانه سبب میشه که خود اینمی ابستراکشن یا ببخشین امی هایپرتروفی که ایجاد شوه ای بیشتر چشه پرنانس بیشتر تظاهر کنه، بیشتر مثلا بزرگ شوه و سبب شوه که اینمی مسیر اوتفلوره یا امی مسیری که خون مثلا پرتاب میشه به طرف اورتا ایره چی کنه، بسته کنه یا انسداد ایجاد کنه. مثلا اگر تو بگیم که از داینامیک ابستراکشن ما به طرف چی بریم، به طرف فیکس ابستراکشن بریم، سه است. پس ببینید زمانی که این بزرگ میشه پس سبب میشه مثلا که اگر تقلصات هم صورت بگیره پس خون پرتاب نمیشه به چی، باور تا اگر پرتاب شما بسا چی میشه کم میباشه. پس شما میفهمین که خود مثلا روای عضله قلبی ما باسته چی صورت میگیره، مثلا توسط یک شبه یسی میشه دیگه، مثلا اویر خود اویر کورنر ماست و یسی منشه میگیره، از خود اورتا منشه میگیره. پس ببینین که زمانی که در صفحه سیستولیک تقلصات زیاد باشه کسی که فعالیت فیزیکی میکنه، پس ابستراکشن یا انسداد چی میشه، فکس میشه، بیشتر میشه یا زیاد میشه. پس فشار در داخل چی؟ در داخل خود اورتا پان میشه. پس ببینین زمانی که در رود در اورتا فشار پان شوه، پس خون کمتر هم چی میشه؟ مثلا میاد در داویه خود کورنر ما، پس سبب میشه که خون کمتر هم یا اروای بسیار پایان در چی صورت بگیره؟ در عضله قلبی ما. پس ببینید زمانی که اروای پایان در عضله قلبی ما صورت بگیره، پس ما به طرف چی میریم؟ به طرف اسکیمیا میریم. پس خود امی اسکیمیا هم سبب میشه که مثلا زمینه را به اریتمیا و زمینه را مثلا به چی مساعد بسازه؟ به سادن کاردیاک دد. تکرار میکنم که کسایی که هایپرتروفی کاردیومیوپاتی داشته باشن، دکتر برش میگه که تو فعالیت فیزیکی زیاد ثقیل انجام نده، مثلا از مواد بیشتر استفاده کو، مثلا چرا که مواد هر قدر مواد در داخل چی باشه، یک نقطه در نظر داشته باشه، هر قدر مواد در داخل جاف با تین ما زیاد باشه پس سبب میشه که ای همی انسداد چی کنه، کمتر بسازی، همی هایپرتروفی کمتر بسازی یا مثلا کوچکش بسازه. از این خاطر کسایی که فعالیت فیزیکی میکنه برشان میگن که شما کسایی که هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی داشته باشن، میگه شما فعالیت فیزیکی نکنین. چرا؟ بخاطر اینکه زمانی که تقلصات زیاد میشه ای خود امی یک بلجینگ پیدا میکنه، مثلا یک بیرون زرگی پیدا میکنه، سبب میشه که مکمل انسداد ایجاد کنه. پس زمانی که مکمل انسداد ایجاد میشه خون به اورتا پرتاب نمیشه، فشار در اورتا پان میشه. پس ببینید زمانی که در مسیر روت اورتا فشار پان شد، در روی کورنر هم دیگه پان میشه، پس اروای خود عضله قلبی ما چی میشه؟ برهم میخوره. این خود زمینه رو به اسکیمیا، حتی زمینه رو به خود اریتمیای کشنده چی میکنه، مساعد میشه. پس کسایی که هایپرتروفی کاردیومیوپاتی داشته دارن قطعا فعالیت فیزیکی چی نکنن، انجام بدن. بیان که
در قسمت restrictive cardiomyopathy صحبت کنیم که restrictive cardiomyopathy چی است. دکتر صاحب ببینین که اینجا این بطن چی ماست، بطن چپ ماست. میگه restrictive cardiomyopathy یک حالتی است که به شکل pathologic infiltration in myocardium. ببینین که به شکل pathologic سبب تراکم بعضی از چی؟ بعضی از پروتین ها، مثلا آهن، مثلا گرانولوما در عضله چی صورت میگه؟ در عضله قلبی. این حال خودتان ببینید منطقا زمانی که به شکل پاتولوژیک برتان از باب درس میتونم فقط حالا کلی صحبت میکنیم، زمانی که به شکل پاتولوژیک یک انفلتریشن در چی صورت بگیره، مثلا بعضی از پروتین ها، مثلا آهن، مثلا بعضی گرانولوم ها در عضله قلبی ما چی کنه؟ تراکم کنه، به شکل میبینیم منتشر است. زمانی که در عضله قلبی ما تراکم کرد، پس سبب میشه که خود عضله قلبی ما رو چی کنه؟ شخ بسازه. درست است؟ پس زمانی که عضله قلبی ما چی شوه؟ شخ شوه. درست ادا کرسه با؟ پس یک حالت ایجاد میکنه فیلر تو ریلکسیشن. ببینید که قلب عضله قلب ما باید چی کنه؟ ریلکس شوه، باید راحت شوه تا که خون اسی از حوزین چپ ما بریزه بچی به بطن چپ ما. پس ببینید زمانی که عضله قلبی ما یک انفلتریشن صورت میگیره، زمانی که بعضی از پروتین ها دیگه تراکم میکنه، پس سبب میشه که این عضله شخ شوه، استف شوه و اجازه نده که با چی شوه در صفحه خود دیاستول خون بریزه در چی؟ در صفحه خود در خود بطن ما. پس اینا رو شما منطقا فکر کنید که این سیستولیک فیلر است یا دیاستولیک فیلر. بسیار خوب، پس اینا و خود از restrictive cardiomyopathy وقتی که صحبت میکنیم چی بود؟ دیاستولیک فیلر است. چرا؟ زمانی که انفلتریشن صورت میگیره، پس اجازه نمیده که ما چی شوه؟ عضله قلبی ریلکس کنه، راحت شوه تا که خون از خود حوزین چپ و بطن چپ چی کنه؟ بریزه. این حال شما بگین که در dilated cardiomyopathy کدام نوع فیلر بود؟ سیستولیک فیلر. آفرین. مثلا در hypertrophy کدام نوع فیلر بود؟ دیاستولیک فیلر. در restrictive cardiomyopathy چی هست؟ دیاستولیک فیلر. بسیار عالی. پس بین کمی درباره از بابی صحبت کنیم که ما چطور به طرف restrictive cardiomyopathy میریم. دکتر صاحب، یک از سببش هموکروماتوس است. مثلا کسایی که از آهن سوی آهن در سرکولیشن شان بلند می باشه، یا سبب میشه که در خود چی؟ در خود عضله قلبی ما تراکم کنه. بیاین صحبت کنیم سرزی. ببینید آهن یک چیز با ارزش است، مثل چه رقم بر شما بیاین، مثل یک الماس از بدن ما. شما میفهمین که آهن در پروسه هماتوپیوسیس، در پروسه خونسازی رول اساسی را داره. پس این آهن که به شکل مثلا به شکل یک الماس برای بدن ما یک ارزش الماس داره، در حالت نرمال این نباید در داخل خود چی؟ در داخل خود سرکولیشن به شکل آزاد باشه. چرا؟ به خاطری که زمانی که آهن در داخل خود سرکولیشن به شکل آزاد باشه، این خودش هم سبب تولید بعضی از رادیکال های آزاد میشه، سبب تخریب خود از عضله میشه، سبب تخریب خود دیگه ارگان ها میشه و سبب میشه در ارگان ها تراکم کنه. ببینین یکی از ارگان هایی که تراکم میکنه بارده چی میباشه؟ مثلا در عضله تراکم میکنه، مثلا در عضله چی؟ در عضله قلبی رو بیایم مثابه، چون بس ما قلب است. پس زمانی که آهن در عضله قلبی ما تراکم کنه، پس سبب میشه که این خودش هم سبب ایجاد انفلتیشن، سبب چی؟ سبب شخ شدن عضله قلبی رو ایجاد میکنه یا با وجود میاره و یک ما به طرف چی میریم؟ فیلر تو ریلکسیشن. عضله قلبی ما نمیتونه که چی کنه؟ استرخا کنه یا راحت شوه تا که خون از رنج چپ و بطن چپ چی کنه؟ بریزه. یک نوع دیگه ملجوس است که بعضی پروتیناز دی تراکم میکنه. چیزی که خیلی بر شما مهم است سرکیودیوس است. به نظرم شما سرکیودیوس را خواندین در پاتولوژی عمومی. ببینید زمانی که میگیم سرکیودیوسس، این مالتی سیستمیک گرانولوماتوس است. بین مالتی چنین تا سیستمیک به شکل سیستمیک گرانولوماتوس است. یعنی این سرکیودیوس وقتی که صحبت میکنیم در چندین سیستم، درست است؟ در چندین سیستم یک هم سبب تراکم چی میشه؟ سبب ایجاد گرانولوما یا تراکم خود چی صورت میگه؟ گرانولوما صورت میگه. مولتی سیستم چندین سیستم.
ببینید زمانی که درباره گرانولوما صحبت میکنیم، به نظرم شما خودتان اوصاف گرانولوما را خواندین. گرانولوما دو سه وصف اساسی داره. یک collection of modified macrophage. modified macrophage که صحبت میکنیم منظورش از امو epithelioid cell است یا epithelioid macrophage است. اینی ببینید که اینی epithelioidی است، macrophage است. اونمو modifiedی است، macrophage است. پس این به نام چی یاد میکنه؟ به نام epithelioid macrophage. چیز دیگه چی هست؟ مثلا جاینت سل هست، یک گوجه چی دیواسا و در اطراف از چی می باشه؟ رم آف لیمفوسیت، یک حلقه اسی هست از خود از لیمفوسیت. ساده میگیم گرانولوما خودشی هست، میگیم که در مرکز مثلا مثال میزنیم که اپیتولویت مکروفیج هست یا مودیفاید مکروفیج هست و یا و میشه که جاینت سل هم وجود داشته باشه، مهاجرات دیواسا، ولی در اطرافش توسطه. تکرار میکنم که ولی در اطرافش توسط یک حلقه از چی احاطه شده؟ از خود لیمفوسیت ها. پس ببینید زمانی که در مرکز چی باشه؟ اپیتولوید سل باشه و مثلا جوینت سل باشه و احاطه شده باشد توسط یک حلقه از خود لیمفوسیت ها، امیره به نام چی یاد میکنه؟ به نام گرانولوما. پس ببینید که زمانی که فرض کنید که مثلا فرض کنید که 100 تا یا 200 تا یا 300 تا یا فرض کنید 1000 دانه از این گرانولوما ها بیاد در عضله چی ما؟ در عضله قلبی ما تراکم کنه، پس ببینیم که آیا عضله قلبی ما شخ نمیشه؟ آیا عضله قلبی ما به طرف فیلر تو ریلکسیشن نمیره؟ یعنی بمونه که عضله قلبی ما نمیتونه خود چی کنه؟ استرخا کنه. پس ببینیم که زمانی که در عضله قلبی ما تراکم میکنه، عضله قلبی ما بیشتر شخ میشه و نمیشه که در صفحه دیاستولیکی استرخا کنه، خون بریزه به بطن چی؟ به بطن چپ. پس به یک نوع سبب میشه ما به طرف چی بریم؟ به طرف دیاستولیک فیلر بریم. پس ببینیم که ما چند نوع اساسی از کاردیومیوپاتی ها را داشتیم. اگر پس خود را بسته کنیم دایلیتد داشتیم بیشتر. ببینید اگر ایست از این سینه و کدام زیاد چایی هست، 90% اوقات دایلیتد است. این نامش دیگه چی هست؟ کانجست هست. چی در چه رقم هست؟ گلوبال هایپوکنی زیاد داره، استری دیده میشه و تروبش میده میشه، ترومبوز هم دیگه ایجاد میشه. از باب چی گفته بودیم؟ ای بی سی 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 دی اچ بی، الکول، بیری بیری، کاکسکی، کوکین، چاگ ازیزیز، امکروماتیوسیس، پرگننسی. و ببینین که ما افتادین دهی چی نوه فیلر هست؟ بسیار خوب، سیستولیک فیلر. بس دیگه چی بود؟ هایپرتروفیک. اسیمتریک هست؟ درست هست؟ حکم برش یاد میکنید این رو میگن به نام هایپرتروفیک ابسترکتیو کاردیومیوپاتی. بخاطر که جار چی میشه؟ سبب جاری یک انصداد میشه. ابسترکشنش به کدام نوه هست؟ داینامیک هست، متحرک هست. دیاستولیک چی داره؟ فیلر داره. به شکل چی نمیشه؟ به شکل بنانه دیده میشه. و بس دیگه چی بود؟ رستریکتیو کاردیومیوپاتی. ما گفته بودیم که به شکل پاتولوژیک در عضله درمای کاردیومیوپاتی، در عضله قلبی ما بعضی از پروتین ها، گرانولوما ها مثلا آهن تراکم میکنه، عضله قلبی ما را شخ میسازه، اجازه نمیده که عضله قلبی ما استرخا کنه یا خود ریلکس کنه. پس زمینه را به چی مساعد میسازه؟ به این مساعد میسازه که ما به طرف چی بریم؟ دیاستولیک فیلر بریم. و گفته بودیم که گرانولوما چی بود؟ گرانولوما گفته بودیم چند چیز داره؟ مودیفاید ماکروفیج هست، جاینت سل هست و در اطرافش اگر قیچی هست از حلقه لیمفوسیت ها. زمانی که در مثلا 1000 تا عزیز بیاد تراکم کنه در عضله قلبی ما، چرا گفته بودیم این مولتی سیستمیک در چی؟ در سارکویدوز هست. هم بس سارکویدوز هست هسته هست. زمانی که میگه مولتی سیستمیک مثلا چندین سیستم مساب میساد، چون بس ما قلب از قلب صحبت میکنیم، زمانی که همی گرانولوما مثلا به شکل تعداد زیادشان بیاد تراکم کنن در چی؟ در خود عضله قلبی ما، پس سبب میشه که عضله قلبی ما شخ بسازه، رستریکت بسازه و ما به طرف فیلت ریلکسیشن بریم. بر صورتش دکتر سه بس خودش بسته میکنیم در قسمت خود کاردیومیوپاتی ها. بعدن میریم چی را صحبت میکنیم؟ پی کاردیت صحبت میکنیم. فقط یک دو تا بس مونده در قسمت قلب که او دو بس براتون انشاءالله تکمیل میسازم. یکی والولر است که یکی هم اون هایپرتنشن که تو سبب میشه بعضی تشوشات شد میکنه رو سر زو گپ میزنم سه است. و از او بس هایپرتنشن هم که بس بسیار مهم چی از خود والولر هارت دیزیز است که انشاءالله براتون کور میکنم و درس میتونم. تشکر.